میگه هر کسی نصیبش آن میشود که هست. هیچ وقت ممکن نیست یک زن بسیار پارسا و عابده پیش یک مرد زناکار برود. هیچ وقت نمیشود یک زن با تقوا و خدا ترس برود همسر کسی بشود که او نه خدا میشناسد، نه نبی میشناسد، نه دین میشناسد، نه قرآن میشناسد. الطیباتو للطیبین، الخبیثاتو للخبیثین. مردان پاک برای زنان پاک، مردان ناپاک برای زنان ناپاک. پس این زیاد توجه بکنید تا از درون ما اصلاح نشیم. ظاهر نمیتونیم، چون ما میتونیم با ظاهر خود دیگران را فریب بدیم، اما یک کس فریب نمیخوره؟ الله است. گیره ها را او باز میکنه. تو بتونی شاید سر یک کس کلا بگذاری، مرد با ریش خودش، با لنگی خودش، با آجی بودن خودش، پشت آجی بودن خود پت شود، یا بعضی ها پشت ملایی خود پنهان کنه، بعضی ها پشت قاریگی خود پنهان کنه، یه مادر پشت حجاب خود پنهان کنه، حقیقتش چیز دیگه باشه، ولی فقط ظاهر مردم ظاهر از اون میبینه. با اون خاطر است من در حجاب، اگر یادتان باشه گفته بودم که حجاب تنهایی نیست که یک برقه سیار کسی بپوشه از شست و پاش دستکش هم کش بکنه، باید فکرش هم چی داشته باشه؟ حجاب داشته باشه، نیتش هم حجاب داشته باشه، داخل گوشیش هم حجاب داشته باشه، رفتارش هم حجاب داشته باشه، در وقت تنهایی هم باید ایمانش حجاب داشته باشه، تقوا باشه برش، ترس خدا همیشه برش باشه. دختر پیش پدر خوب، پیش مادر خوب، پیش برادر خوب، ای تو مادر ماشاءالله مالی سب یک خورک دارم، اوف ای قیل گریه میکنه از ترس خدا، او از ترس کسی دیگه گریه میکنه، کور از دست نتو. این بیچاره برادرش میگه چی خواهره که مسلمان و دیندار با تقوا، چادرش نکشه کسی ندیده، او چادر نداره دیگه، نکشه که بیچ تو بینه. پس خیلی این حقیقت ها خیلی زیاد است، باور که خیلی زیاد است. شما خبرانه منظور خبر دارم، خیلی ها تماس میکشه میگه خیلی گریه میکن، شب تا صبح گریه میکن به خاطر که او را به دست بیارم. جناب مولانا صاحب خودگه هیچ راه و چاره نیست، به مادر من بهانه میکنم، به پدر من بهانه میکنم، سر جای نماز باز گریه میکنن که کسی فکر کنه سر جای نماز کس حتما به خاطر خدا گریه میکنه. پس چطور الله جل مجدو به خواسته های ما اجابت بکنه، خواسته های دل ما را برآورده بکنه؟ پس مادرای گرامی، این بستگی به تربیت داره. باور بکنی اگر شما دختر خوبی بودین، این را بدانین که فردا دختر خوبی هم به دنیا می آورین. اگر زن خوبی بودین، دختر خوب بودین، این را بدانین فردا فرزند خوب، نجیب، فرزند مجاهد، فرزند دعوتگر، فرزند دلسوز، فرزندی که هم مغمش مردم است. یه جایی من دیدم اوجه نوشته بود که انسان‌های خوب هیچ وقت خوش و آرامش نمی داشته باشن، خوشی و آرامش نمی داشته باشن. باز پایینش نوشته که بود به خاطر که همیشه خوشی و آرامش خود فدای مردم کردن، میخوان دیگران خوش باش. این علمایی که شهید شدن خواستشان این بود که دیگران راضی شوند، دیگران خوشحال شوند، دیگران بهش بروند، دیگران به کامیابی برسند. خودشان بیچاره از زن خودشان استفاده نتونستن، تمام روز به دعوت بودن، به زن خودشان رسیدگی نکردن. هم مغمشان مردم، هم مغمشان مردم. یک جوان را میدید در کوچه، در سرک، در شهر، لاوبالی، این جوان به بندوبار، این بیچاره شب گریه میکنن. هر که پا کج میگذارن خون دل ما میخوریم، شیشه ناموس عالم در بغل داریم ما. میگه انسان هایی که بزرگن به فکر دیگرانن، انسان های متوسط به فکر خودن، انسان های غافل نه در فکر خودن نه به فکر دیگران. سه گروه مردم در جامعه زندگی میکنن. اونایی که به فکر دیگران هستن زندگی خودشان لذت ندارن،
ولی از نجات دیگران لذت احساس میکنن. یک کسی با ما تماس میکشه، جناب مولانا بعد از صحبت دانشونیدن 180 درجه زندگی ما تغییر کرده، این قمه خوشحال میشه، قلب ما آرام میشه. یه مادر تماس میگیره، خدا تو رو خیر نصیب بگردانه، ما دیندار شدیم، متقی شدیم. از کجاست؟ از کجا مادر؟ امریکا، جرمنی، کانادا. من نماز تهجد میخوام، این قدر قلبم آرام میشه. یعنی کسی اگر 1,000,000 دلار بده موقع خوشحال نمیشم، که از این خوشحال میشم که یک قلب، یک دل خدای خودش شناخت. این خیلی مهم است، ارزش دلها رو ما بدانیم. اگر خدای ناخواسته یک دل خراب شد، میفهمین اتم چیکی میسازه؟ اونی که دل خراب داره، اونی که کشورها رو نابود میکنه چیست؟ دل خراب. حضرت امام سید ابوالحسن ندوی رحمه الله میگه اگر یک زن بی حیا شد، خطرش از اتم خطرناکتر از به کشور اسلامی. اگر یک زن بی حیا شد، قلبش خراب شد، این مطیع نفس شد، مطیع خواهشات شد که فقط برسم به پول، به طلا، من خوب چیز دارم که میتونم استفاده کنم، اینا رو به دست بیارم. ابوالحسن ندوی میگه اگر یک خواهر، یک دختر در یک کشور اسلامی بی حیا شد، از اتم خطرناکتر از به اون کشور. چرا؟ اگر اتم یک کس را بکشه چی میکنه؟ شهید میشه انسان. ولی خدای ناخواسته در دام بی حیایی، در دام گناه گرفتار شدی، غرق در معصیت شدی، او وقت دیگه هم دنیایت خراب، هم آخرتت خراب، هم ایمان را از دست بده، هم خدا را از دست بده، هم زندگی را از دست بده، هم آخرت از دست بده. خیلی خطرناک. پس خیلی زیاد تلاش کنیم مادرای گرامی، تربیه فرزند سرش خیلی زیاد مهم است. اما مسائل فقهیش برتان بگویم. وقتی طفل تولد میشه، خانه یک کسی، اول خود ما انشاءالله فهمیدیم، من درباره ازدواج خیلی صحبت کردم، دیگه نیازی نیست که من رو تشریح بدم. یک صحبت کردم که حالی چند روز شده مسلسل به من تماسا میگه که مردا، جناب مولانا سوی که درباره زنا میگه، درباره مردان بگو. تا دیروز میگفتن چرا که درباره مردا میگه، درباره زنا صحبت نمیکنی. حالا چند هفته که مردم هم چقدر ناشکر است، هر کی به نفع خودش فکر میکنه، زن به نفع خود، مرد به نفع خود. مرد ویدئویی میگیره که برو به نفع خودش باید فیصله کنه، و زن به نفع خودش نه. هر وقتی که ما به نفع دیگران شدیم، ایمان ما کامل میشه. پیامبر میگه والله لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده، یا حتی اکون احب الیه. رسول صلی الله علیه وسلم میگه ایمان کامل ندارد کسی که چیز را برای خود دوست داره و برادر مسلمان یا خواهر مسلمان خود دوست نداشته باشه. تو که آرامش کار داری، شوهرم آرامش کار داره. تو برو به خاطر شوهر خود را فدا بکن، الله جل مجدو دل شوهر را قسم میگردانه که به تو فدا شده. یک کسی به نام زینب بنت خارجه هست، او وقتی که دختر خود به شوهر داد، برش گفت که تو برای شوهرت عبر شو تا شوهر برای تو باران رحمت شود، تو به شوهر گهواره شو تا او چوب گهواره شود، تو به شوهر کنیز شو تا شوهر غلام تو شود. هم در این سرزمین مرد سالاری وجود داره، هم زن سالاری. در بسیار جاها زن حکومت میکنه، بسیار خانه ها مرد نفس خود کشیده نمیدونه، در داخل مهمان خانه است، باز هم تو گوش میکنه، زن در پشت گوش دیوار گوش نکنه، یک کسی موقع نمیشه. و در بعضی جاها زن هیچ قیمت ندارد، حق حرف زدن ندارد، هر دوش هم منطقی نیست، هر دوش هم این محبت، محبت بین زن و شوهر نیست، و این معامله، معامله بین زن و شوهر نیست.